روز شنبه 22 شهریور 99 چشمان ایرانیان در داخل و خارج با خبر کشته شدن نوید افکاری توسط دستگاه بیدادگستری جمهوری اسلامی در زندان عادل‌آباد شیراز از خواب بیدار شد. روز شنبه 29 شهریور آنگونه که مقامات دولت آمریکا اعلام کردند قرار است در عمل تمام تحریم‌های سازمان ملل از تحریم تسلیحاتی تا فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی علیه جمهوری اسلامی که پس از توافق موسوم به برجام تعلیق شده بودند بازگردد. در قطعیت کشته شدن نوید به جرم آگاهی و آزادی خواهی و برانگیختن خشم و انزجار همگانی علیه زمامداران رژیم اسلامی در ایران هیچ تردیدی نیست. در بازگشتن تمام تحریم‌های سازمان ملل اما تردیدهایی وجود دارد که شاید در روزهای شنبه و یکشنبه بتوان ارزیابی کرد که تا چه اندازه ادعاهای طرفین متکی بر واقعیت است. بر همین اساس حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در سخنانی با اشاره به همین تاریخ گفته است روز شنبه و یکشنبه روز پیروزی ملت ایران و روز شکست مفتزهانه یا آمریکاست. با یادآوری این نکته مهم که نظام جمهوری اسلامی و دولت‌هایش نه ایرانند و نه ملت ایران، چنین ادعایی از سوی رئیس دولت تدبیر امید در حالی است که رژیمش از هر نظر ورشکسته به تقصیر و مورد خشم و انزجار افکار عمومی در داخل و خارج کشور است. در این شرایط و 40 سال پس از فرمان خمینی مبنی بر بشکنید این قلم ها را و پیشبرد سیاست سانسور و شکستن قلم تمام مطبوعات که همه رسانه های دیداری و شنیداری کشور را به انحصار جناحین و خودی های نظام درآورده و سالانه میلیون ها دلار صرف رسانه های رژیم به زبان های مختلف در خارج کشور و همچنین نفوذی ها و لابیگرانش در رسانه های دیگر می شود، تریبون دادن رسانه های موسوم به فارسی زبان به طرفداران و تبلیغاتچی های جمهوری اسلامی و مقامات پیشین و کنونی آن نه تنها هیچ نقش مؤثر و افشاگرانه در روشنگری آنچه در ایران می گذرد ندارد، بلکه برعکس همه این افراد با زرنگی و شیوه های منبری و نامتعارف خود رسانه و خبرنگار و برنامه مربوطه را سکه یک پول هم می کنند بدون آنکه چیزی گفته باشند که کسی ندانسته باشد. نه فقط این، بلکه آنها از تریبون‌های فارسی زبان به توجیه رژیم و تبلیغ خط و خطوط خود پرداخته و همچنین با انکار و دروغگویی سند و مدرک شفاهی به سود خود تهیه می‌کنند که چه بسا در تریبونال‌های ارائه شود که دیر یا زود پای هر مقام و مدافع جمهوری اسلامی که هنوز عمری در جهان داشته باشد و فرار نکرده و مخفی نشده باشد به آن خواهد رسید. جای مقامات و مدافعان رژیم‌های تباهکار و ضد بشری مانند جمهوری اسلامی که قاتل نداها و پویاها و نویدها هستند نه در تریبون رسانه‌ها بلکه در تریبونال‌های دادخواهی است.